السلام علیکم دوست عزیز، من هستم زبیر وی از برنامه چهارم ما که درباره سوره الفاتحه است. برنامه سوم ما بود درباره خود لغت الحمدلله، که الحمدلله چی مانا گفتیم که الحمدلله به معنی است که همه حمد و ثنا و ستایش خاص به خاطر خداوند است. الحمدلله رب العالمین، همه هر نوع حمد و ثنا و ستایش که است لله، خاص و فقط به خاطر کیست؟ به خاطر الله. چرا؟ که رب العالمین است، به خاطر که مستحق الحمد است، به خاطر حمد و ثنا و ستایش است، نه به خاطر که با ما کدام چیز کاری کرده باشه. فرق بین شکر و الحمد چیست؟ ایرام گفتیم شکر یعنی یک از یک کس تشکری میکنی که کس برات یک نعمت، یک کار، یک کمک برات کرده باشه، یک احسان، خود درش تشکری میکنی، میگی تشکر. مگر الحمد، اگر خداوند به ما کدام کار را کرده باشه یا کدام کار کرده باشه، کدام نعمت اگر بکنه میگیم الحمدلله. اگر یک کار جریان بگیره که مورد پسند ما نباشه هم میگیم الحمدلله. اگر در هر حالت میگیم الحمدلله. چرا میگیم الحمدلله؟ نه به خاطر اینکه خداوند ما کدام نعمت کرده باشه، به خاطر خداوند، به خاطر خدایی خودش، به خاطر بزرگی خودش، به خاطر که خداوند همیشه قابل و مستحق الحمد است. و آل گپ میزنیم درباره الحمد، که خداوند چرا لغت الحمد استفاده کرده. خداوند گفته که الحمدلله رب العالمین، همه حمد و ثنا و ستایش مربوط میشه خاص به خاطر الله. خداوند شروع کرده به الحمد، که پیش از حمد الف لام آمده. چرا خداوند نگفته احمد الله، حمد الله را بگو؟ یا ما چرا نمیگیم که ما حمد الله را میگیم؟ ما توصیف از خداوند میکنیم، مثل آیات چهارم سوره الفاتحه که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خودت را ما عبادت میکنیم و خودت ما فقط خودت عبادت میکنیم و فقط از خودت ما کمک میخواییم. چرا آیت اولش تو نیست که ما بگیم که ما فقط حمد الله را میگیم؟ و خداوند هم نگفته، سر ما امر نکده که حمد ما را بگو. خداوند خودش گفته، ذکر کرده که الحمدلله رب العالمین، همه حمد و ستایش خاص فقط به خاطر الله میشه. خودت تو بگی یا نگویی، این حمد به خاطر الله میشه. چرا؟ اگر خداوند به ما، اگر ما بگوییم که همه هم مربوط خداوند میشه، اگر خداوند به ما امر کنه که بگوییم که همه حمد است مربوط الله، این فقط یک امر است. مگر فرق است با یک چیزی که ثابت است، بسیار فرق زیاد است با یک چیزی که فکت است و یک چیزی که امر. خداوند اگر سر ما یک امر بکنه، این یک قانون است که الحمدلله، که همه ثنا و ستایش مربوط الله میشه. دو ما کدام چیز تغییرات آورده نمیتونیم، اگر بخوایم یا نخوایم همه حمد مربوط الله میشه. وقتی که الله سر ما اگر امر کنه، اون بدل ماست که دل ما کار میکنیم، از او پیروی میکنیم یا نمیکنیم. و اگر خداوند ما را بگه که بگوین که اگر ما بگیم که ما خداوند را توصیف میکنیم، او چی معنا؟ ای هم به الحمد، به الحمد که پیش الف لام آمده، ای فرق داره. نحمد الله یعنی که ما خداوند توصیف میکنیم، مگر خداوند نحمد الله هم نگفته، گفته الحمدلله. چرا؟ وقتی ما بگیم نحمد الله، یعنی ما خداوند امو وقت ما حمدش میگیم، یک دقیقه پیشتر نه و یک دقیقه بعدتر شاید هم نه، امو هنگام امو وقت ما خداوند توصیف میکنیم. و ما اقدر علم و دانش و امی توانایی و قابلیتش نداریم که ما خداوند با او بزرگیش انصاف کنیم با حمد گفتنش. با او خاطر خداوند ما نگفته که تو حمد مرا بگو الحمدلله، بگو نحمد الله، ما خداوند توصیف میکنیم، یا بگو احمد الله، ما خداوند سلام و ستایش میگم. نه، و تو از تو ما سوال نکده، خداوند خودش میگه به اطمینان که الحمدلله رب العالمین، اگر تو بگویی یا نگویی همه حمد مربوط میشه به الله، که چیز که رب العالمین است و رب العالمین است، خداوند رب العالمین است، که تو بخوای یا نخوای رب العالمین است. همه حمد مربوط الله میشه که تو بخوای یا نخوای، تو بگویی حمدش یا نگویی خداوند حمدش گفته میشه. ما در درس گذشته هم گفتیم که در آسمان ها هم ملائکه است که در چهار طرف بیت المعمور برش یاد میکنند، طواف میکنند و از ذکر خداوند میکنند و از ذکر از اونا که شنیده میشه و ذکرشان چی میباشه؟ الحمدلله رب العالمین. خداوند را ما خودش قابل توصیف است، که هر وقت باید توصیف شوه. اگر ما هم خلق نمی بودیم، خداوند
قابل و مستحق همه حمد و ستایش خاص به خاطر الله می بود. و بیشتر هم گفتم که ما توانایی و قابلیت از ما داریم که خداوند انصاف کنیم به حمد گفتنش. چرا؟ به خاطر که خداوند بزرگ است، خداوند بسیار عظیم است، با او عظمتش ما بندگان علم ما تا یک جای است، محدود است، قدر نیست که ما خداوند با او بزرگیش ما او را حمدش مکمل بگوییم. و اگر یک عالم باشه، هم بزرگترین عالم دنیا و مسلک شامی باشه که پروفسور باشه و هم خواست به در لغت الحمدلله و کتابها نوشته کرده باشه و خداوند توصیف کرده باشه کل عمر، هنوز هم خداوند بزرگتر و بالاتر است از توصیفی از او کده، به خاطر که یک انسان است و علم از او تا یک جایی است. به مو خود خداوند نگفته که تو علم تو حمد مرا بگو، به خاطر که اگر ما بگوییم حمد احمد الله یا نحمد الله، ما الله را توصیف میکنیم، ما الله را توصیف میکنم، ما دهی دو چیزی است که منفیسته، یعنی پرفکت نیسته. یکی ای که ما به توانای خود میخوایم خداوند ما توصیف کنیم، که همیشه ما کوتاهی میکنیم در علم خود که خداوند با بزرگیش ما را و عظمتش ما را توصیف کنیم، یعنی انصاف نمیکنیم به بزرگی خداوند که ما را مکمل توصیف بکنیم. و دیگه ای که ما به او یک وقت زمان ما وصل میدیم، یعنی اگر ما بگیم ما خداوند توصیف میکنیم، حمدش میگیم، یعنی امو وقت ما گپش میزنیم، یک روز پیش نمیزنیم، یک روز بعدش گپش نمیزنیم، امو وقت میگیم. چرا خداوند الحمدلله گفته؟ یعنی خداوند هر وقت هر زمان همیشه و خاص همه هم نربود میشه به الله و او حمدش گفته میشه، که یک فرق بسیار کلان است و باریک هم است. و هم گفتم که ما توانایی نداریم که خداوند علم ما قدر نیست که خداوند توصیف شما مکمل کرده بتانیم و به او ما انصاف بکنیم. به می خاطر یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم که می فرمایند لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، که محمد صلی الله علیه وسلم می فرماید به خداوند میگه که یا الله ما وقدر توانایی ندارم که ما خودتا توصیف تا کنم، حمدت بگویم که ما قدر خودت قابلش هستی، که ما قدر قابلیت خودت داری، ما قدر به او حمدت ما انصاف کنم نمیتونم، خودت کسی هستی که میدونی که حمدت بگویی که حمد مربوط خودت میشه. خود محمد صلی الله علیه و سلم میگه ما انسان ها را خوبان که محمد صلی الله علیه و سلم بزرگترین عالم اسلام خودش است. و به می خاطر خداوند گفته الحمدلله رب العالمین، همه حمد و ثنا و ستایش خاص و فقط مربوط میشه به الله سبحانه و تعالی. و حمدن لله هم معنای کلمه ثنا و صفت مربوط میشه به الله، ولی در اینجا هم لغت الف لام استفاده نشده. یعنی چی حمدن لله؟ که یگان حمد مربوط میشه به الله، اینجا هم حمدن لله استفاده نشده. باختری که حمدن لله هم معنایش است که یگان تا حمد و ثنا و ستایش مربوط میشه به الله، همش نه. و الحمدلله امی الف لام امی حرف که در پیش حمد آمده امی فرق امی میره. الف لام الحمدلله یعنی همه هر نوع حمد و ستایش و پاکی مربوط میشه به الله. و اگر کسی ما را هم یک توصیف ما را بکنه، صفت ما را بکنه، بگه که ماشاءالله یک موتر خوب داری و یا ماشاءالله یک خانی خوب داری، همه توصیف را که با ما میکنند به خاطر نعمتای خداوند به ما میکنند، که خداوند به نعمت ما که به ما داده و از او صفت میکنند. و خداوند هم در قرآن میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما میخواین بدونید که نعمتای خداوند چقدر زیاد است، شما نمیتونید رو حساب کنید، یعنی اینقدر زیاد است که نمیتونید نعمتای خداوند شما حساب بکنید. و همین خود سوره الفاتحه کل شما اول بتون میخونم و معنایش براتون میگم و کم کم در برای تفسیرش هم گپ میزنم. که پیش از اون میخوام یک حدیث براتون بگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما، یک حدیث قدسی است و حدیث قدسی به این معنا که لغتای خود خداوند است، حرفای خود خداوند است، مگر در قرآن نوشته نیست، از طریق محمد صلی الله علیه و سلم به ما گفته شده. خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما، خداوند میگه قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفا، من سوره الفاتحه را تقسیم کرده ام به دو قسمت بین خودم و بندگانم. یعنی چی؟ از سوره الفاتحه 7 آیت است، یعنی چه قسم تقسیم کرده؟ 3 آیت اولش مربوط میشه به خود الله سبحانه و تعالی، بر خود خداوند است، 3 آیت آخرش بر بندگانش است، بر کسی که خداوند پرستش میکنه، و یک آخر آیت بینش
او است که خداوند و بندگانش با دیگر ارتباط می به خاطر کنکشن است وصل میکنه خداوند و بندگانش کورا میپرسته. وقتی که ما میگیم الحمدلله رب العالمین، خداوند میگه حمدنی عبدی. وقتی که ما میگیم که همه حمد و ثنا و ستایش خاص به خاطر الله است، خداوند میگه که حمدنی عبدی، یعنی خداوند خوش میشه که بنده ما مرا یاد کرد، مرا حمد ما گفت. ما میگیم الرحمن الرحیم، خداوند میگه عثنا علی عبدی، بنده ما تکرار کرد صفت مرا، حمد مرا تکرار کرد. اگر ما بگیم که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خداوند میگه که مجدنی عبدی، بندگانم مرا به بزرگی مرا بیان کرد. و اگر ما بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خداوند میگه که هذا بینی و بین عبدی. و ما اگر بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما خاص فقط خودت را ما پرستش میکنیم، و ایاک نستعین و فقط و خاص از خودت ما میطلبیم، خداوند میگه که ای بین ما و بنده است، و اگر بنده هر چیز بخوایم براش میتم. و امی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین هم به دو قسمت تقسیم شده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد از و ای دیگه تقسیم شده که قسمت اولش مربوط سه آیات اول الفاتحه میشه که ایاک نعبد، خاص فقط ما خود عبادت میکنیم. چرا؟ وقتی خود الحمدلله رب العالمین، رب العالمین استی، الرحمن الرحیم استی، مالک یوم الدین استی، پس چی که خودت صفات داری؟ ایاک نعبد، ما خاص فقط خودت ما پرستش میکنیم، و ایاک نستعین، و فقط از خودت کمک میطلبیم. بخاطر چی؟ آیات پنجم است که اهدنا الصراط المستقیم، ما کمک خود ضرورت دارم که مرا به راه راست هدایت کنی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، و سه آیت آخر بخاطر کمک است. صراط الذین انعمت علیهم، به مو راه مرا هدایت کنی.